تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بعض از رسولان را بر بعض دیگر برتری دادیم، برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعض را درجات برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه ها که روشن دادیم و او را به روح القدس تأیید نمودیم، ولی فضیلت و مقام آن پیامبران مانع اختلاف امتها نشد و اگر خدا میخواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه ها که روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند، اما خدا مردم را مجبور نساخته و آنها را در پیمودن راه سعادت آزاد گذارده است، ولی این امت ها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند و جنگ و خونریزی بروز کرد و باز اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد و هیچ کس را به قبول چیز مجبور نمی کند. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أي كسانك إيمان آورديد از آنچه به شما روزی دادهیم انفاق کنید، پیش از آن که روز فرارسد که در آن نخرید و فروش است، تا بتوانید سعادت و نجات از کیفر را برای خود خریداری کنید و نه دوست و رفاقتهای مادی سود دارد و نه شفاعت، زیرا شما شایسته شفاعت نخواهید بود و کافران خود ستمگرند، هم به خودشان ستم می کنند هم به دیگران. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هیچ معبود نیست جز خداوند یگانه زنده که قائم به ذات خیش است و موجودات دیگر قائم به او هستند. هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی گیرد و لحظه از تدبیر جهان هستی غافل نمی ماند. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ بنابراین شفاعت کنندگان برای آنها که شایسته شفاعتند از مالکیت مطلقه او نمی کاهد. آنچرا در پیش روی آنها یعنی بندگان و پشت سرشان است می داند و گذشته
و آینده در پیشگاه علم او یکسان است و کسی از علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. اوست که به همه چیز آگاه است و علم و دانش محدود دیگران پرتو از علم بی پایان و نامحدود اوست. تخت حکومت او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگاه داری آن دو یعنی آسمان و زمین او را خسته نمی کند. بلندی مقام و عظمت مخصوص اوست. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. در قبول دین اکراه نیست، زیرا راه درست از راه انحرافی روشن شده است. بنابراین کسی که به طاغوت یعنی بت و شیطان و هر موجود طغیانگر کافر شود و به خدا ایمان آورد و دستگیره محکم چنگ زده است که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، آنها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد. اما کسانی که کافر شدند اولیای آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برند. آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند. الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آگاهی ندیدی و آگاهی نداری از کسی یعنی نمرود که با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه و گفتگو کرد، زیرا خداوند به او حکومت داده بود و بر اثر کمی ظرفیت از باده غرور سرمست شده بود. هنگامی که ابراهیم گفت خدای من آن کسی است که زنده می کند و می میراند، او گفت من نیز زنده می کنم و می میرانم. و برای اثبات این کار و مشتبه ساختن بر مردم دستور داد دو زندانی را حاضر کردند، فرمان آزادی یکی و قتل دیگر را داد. ابراهیم گفت خداوند خورشید را از افق مشرق می آورد، اگر راست می گویی که حاکم بر جهان هستی تویی خورشید را از مغرب بیاور. در اینجا آن مرد کافر مبهود و وامانده شد و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا همانند کسی که از کنار یک آبادی ویران شده عبور کرد در حالی که دیوارهای آن بر روی سقف‌ها فرو ریخته بود و اجساد و استخوان‌های اهل آن در هر سو پراکنده بود. او با خود گفت چگونه خدا اینها را پس از مرگ زنده می‌کند؟ در این هنگام خدا او را 100 سال میراند، سپس زنده کرد و با او گفت چقدر درنگ کردی؟ گفت 1 روز یا بخش از 1 روز. فرمود نه بلکه 100 سال درنگ کردی. نگاه کن و غذا و نوشیدنی خود که همراه داشتی با گذشت سالها هیچ گونه تغییر نیافته است. خدایی که یک چنین مواد فاسد شدنی را در طول این مدت حفظ کرده بر همه چیز قادر است. ولی با اولاغ خود نگاه کن که چگونه از هم متلاشی شده. این زنده شدن تو پس از مرگ هم برای اطمینان خاطر توست و هم برای اینکه تو را نشانه برای مردم در مورد معاد قرار دهی. اکنون و استخوان‌های مرکب سواری خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می‌دهیم و گوشت بر آن می‌پوشانیم. هنگامی که این حقایق بر او آشکار شد گفت می‌دانم خدا بر هر کار تواناست. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. و بخاطر بیاور هنگام را که ابراهیم گفت خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ عرض کرد چرا؟ ولی می خواهم قلبم آرامش یابد. فرمود در این صورت 4 نوع از مرغان را انتخاب کن و آنها را پس از ذبح کردن قطعه قطعه کن و در هم بیامیز، سپس بر هر کوه قسمت از آن را قرار بده. بعد آنها را بخوان به سرعت به سوی تو می آیند و بدان خداوند قادر و حکیم است. هم از ذرات بدن مردگان آگاه است و هم توانایی بر جمع آنها دارد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كسانك أموال خضراء در راه خدا انفاق می کنند همانند بذر هستند که 7 خوشه برویاند که در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد و شایستگی داشته باشد 2 یا 4 برابر می کند و خدا از نظر قدرت و رحمت وسیع و به همه چیز داناست.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند سپس به دنبال انفاقی که کرده اند منت نمی گذارند و آزار نمی رسانند پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظ است و نه ترس دارند و نه غمگین می شوند. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. گفتار پسندیده در برابر نیازمندان و عفو و گذشت از خشونتهای آنها از بخششی که آزار به دنبال آن باشد بهتر است و خداوند بی نیاز و بارد بارد. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أي كسانك إيمان آوردهيد بخشش های خود را با منت و آزار باطل نسازید، همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان نمی آورد. کار او همچون قطع سنگی است که بر آن قشر نازک از خاک باشد و بذرهای در آن افشانده شود و رگبار باران به آن برسد و همه خاک ها و بذرها را بشوید و آن را صاف و خالی از خاک و بذر رها کند. آنها از کاری که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. و کار کسانی که اموال خود را برای خوشنودی خدا و تثبیت ملکات انسانی در روح خود انفاق می کنند همچون باغی است که در نقطه بلند باشد و بارانهای درشت به آن برسد و از هوای آزاد و نور آفتاب به حد کافی بهره گیرد و میوه خود را دوچندان دهد که همیشه شاداب و با تراوت است و اگر باران درشت به آن نرسد باران نرم به آن می رسد و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا کسی از شما دوست دارد که باغ از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن نهرها بگذرد و برای او در آن باغ از هر گونه میوه وجود داشته باشد، در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندان کوچک و ضعیف دارد؟ در این هنگام گرد باد کوبنده که در آن آتش سوزان است با آن برخورد کند و شعله‌ور گردد و بسوزد. همین طور است حال کسانی که انفاقهای خود را با ریا و منت و آزار باطل می کنند. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد. شاید بیندیشید و با اندیشه راه حق را بیابید. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا ان الله غنی حمید. ای کسانی که ایمان آورده اید، از قسمت های پاکیزه اموالی که از طریق تجارت به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم، از منابع و معادن و درختان و گیاهان انفاق کنید و برای انفاق به سراغ قسمت‌های ناپاک نروید، در حالی که خود شما به هنگام پذیرش اموال حاضر نیستید. آنها را بپذیرید مگر از روی اغماز و کراهت، و بدانید خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. شیطان شما را به هنگام انفاق وعده فقر و تهی دستی می دهد و به فحشا و زشتی ها امر می کند، ولی خداوند وعده آمرزش و فزونی به شما می دهد و خداوند قدرتش وسیع و به هر چیز داناست. به همین دلیل به وعده های خود وفا می کند. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. خدا دانش و حکمت را به هر کس بخواهد و شایسته بداند می دهد، و به هر کس دانش داده شود خیر فراوان داده شده است، و جز خردمندان این حقایق را درک نمی کنند و متذکر نمی گردند. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. و هر چیز را که انفاق می‌کنید یا اموال را که نذر کرده اید در راه خدا انفاق کنید، خداوند آنها را می‌داند و ستمگران یاوری ندارم. این تبدو الصدقات فنعما هی و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم والله بما تعملون خبیر. اگر انفاقها را آشکار کنید خوب است، و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است و قسمت از گناهان شما را می پوشاند، و در پرتو بخشش در راه خدا بخشوده خواهید شد، و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هدایت آنها به طور اشبار بر تو نیست، بنابراین ترک انفاق به غیر مسلمانان برای اجبار به اسلام صحیح نیست، ولی خداوند هر کی را بخواهد و شایسته بداند هدایت می کند و آنچه را از خوبی ها و اموال انفاق می کنید برای خودتان است، ولی جز برای رضای خدا انفاق نکنید و آنچه از خوبی ها انفاق می کنید پاداش آن به طور کامل به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. انفاق شما مخصوصا باید برای نیازمندان باشد که در راه خدا در تنگنا قرار گرفته است و توجه به آیین خدا آنها را از وطنهای خیش آوار ساخته و شرکت در میدان جهاد به آنها اجازه نمی دهد تا برای تأمین هزینه زندگی دست و کسب و تجارت بزنند، نمی توانند مسافرت کنند و سرمایه به دست آورند و از شدت خیشتنداری افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند، اما آنها را از چهره هایشان می شناسی و هرگز با اصرار چیز از مردم نمی خواهند. این است مشخصات آنها و هر چیز خوب در راه خدا انفاق کنید خداوند از آن آگاه است. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنها که اموال خود را شب روز پنهان و آشکار انفاق می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است، نه ترس بر آنهاست و نه غمگین می شوند. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کسانی که ربا می خورند در قیامت بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند، گاه زمین می خورد گاه بپا می خیزد. این به خاطر آن است که گفتند داد و ستد هم مانند رباست و تفاوت میان آن دو نیست، در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام، زیرا فرق میان این دو بسیار است و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و از رباخاری خودداری کند سودهای که در سابق یعنی
قبل از نزول حکم تحریم به دست آورده مال اوست و این حکم گذشته را شامل نمی گردد و کار او به خدا واگذار می شود و گذشته او را خواهد بخشید. اما کسانی که باز گردند و بار دیگر مرتکب این گناه شوند اهل آتشند و همیشه در آن می مانند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گناهکار را دوست نمی دارد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترس بر آنهاست و نه غمگین می شوند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر چنین نمی کنید بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شماست، یعنی اصل سرمایه بدون سود. نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد می شود. و این کان ذو عسرت فنظرت الى میسره وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. و اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و در صورت که براستی قدرت پرداخت را ندارد برای خدا به او ببخشید بهتر است اگر منافع این کار را بدانید. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و از روز بپرهیزید و بترسید که در آن روز شما را به سوی خدا باز میگردانند، سپس به هر کس آنچه انجام داده به طور کامل باز پس داده می شود و با آنها ستم نخواهد شد، چون هرچی می بینند نتایج اعمال خودشان است. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که بدیهی مدت دار به خاطر وام یا داد و ستد به یک دیگر پیدا کنید آن را بنویسید و باید نویسنده از روی عدالت سند را در میان شما بنویسد و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن همان طور که خدا به او تعلیم داده خودداری کند پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده اوست باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیز را فروگذار ننماید و اگر کسی که حق بر ذمه اوست سفیه یا از نظر عقل ضعیف و مجنون است یا به خاطر لال بودن توانایی بر املا کردن ندارد باید ولی او و جای او با رعایت عدالت املا کند و دو نفر از مردان عادل خود را بر این حق شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید و این دو زن باید با هم شاهد قرار گیرند تا اگر یکی انحراف یافت دیگری به او یاد آوری کند و شهود نباید به هنگامی که آنها را برای شهادت دعوت می کنند خودداری نمایند و از نوشتن بدیهی خود چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید هرچی باشد بنویسید این در نزد خدا و عدالت نزدیکتر و برای شهادت مستقیمتر و برای جلوگیری از تردید و شک و نزاع و گفتگو بهتر می باشد مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود دست به دست می کنید در این صورت گناه بر شما نیست که آن را ننویسید ولی هنگامی که خرید و فروش نقدی می کنید شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد به خاطر حق گویی زیان برسد و تحت فشار قرار گیرند و اگر چون کنید از فرمان پروردگار خارج شده از خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم می دهد خداوند به همه چیز داناست وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ و اگر در سفر بودید و نویسنده نیافتید گروگان بگیرید گروگان که در اختیار طلبکار قرار گیرد و اگر با یک دیگر اطمینان کامل داشته باشید گروگان لازم نیست
و باید کسی که امین شمرده شده و بدون گروگان چیز از دیگر گرفته امانت و بدیهی خود را به موقع بپردازد و از خدا یک پروردگار اوست بپرهیزد و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند قلبش گناهکار است و خداوند به آنچه انجام میدهید داناست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و از این رو اگر آنچه را در دل داری آشکار سازی یا پنهان خداوند شما را بر طبق آن محاسبه می کند. سپس هر کس را بخواهد و شایستگی داشته باشد می بخشد و هر کس را بخواهد و مستحق باشد مجازات می کند و خداوند به همه چیز قدرت دارد. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیامبر با آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و او به تمام سخنان خود کاملا مؤمن می باشد و همه مؤمنان نیز به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش ایمان آوردند و می گویند ما در میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم و به همه ایمان داریم. و مؤمنان گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا انتظار آمرزش تو را داریم و بازگشت ما و سوی توست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کند. انسان هر کار نیک را انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار بدی کند به زیان خود کرده است. مؤمنان می گویند پروردگارا اگر ما فراموش یا خطا کردیم ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا تکلیف سنگین بر ما قرار مده، آنچنان که به خاطر گناه و طغیان بر کسانی که پیش از ما بودند قرار دادی. پروردگارا آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از ما بشوی و ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده. تو مولا و سرپرست ماهی، پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان. جمز گردان. جمز گردان. جمز گردان. جمز گردان. جمز گردان.